درود بر شما دوستان و همراهان همیشگی. امیدوارم هر جا که هستید شاد، سلامت و مثل همیشه پر انرژی باشید. موضوع این ویدیو را به تجربه بسیار عجیب و رمزآلود سه سرباز نیروی دریای انگلستان اختصاص دادم که باعث تعجب همگان شد. این داستان برگرفته از کتاب Adventures in Time نوشته آقای اندرو مکنزی است. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید و حتما تا انتهای ویدیو من را همراهی کنید. این داستان مربوط میشه به تجربه بسیار عجیب سه سرباز نیروی دریایی انگلستان که در سال 1957 در حال گذراندن دوره آموزشی خود بودند. بخشی از آموزش آنها مربوط به موقعیت شناسی می شد. این آموزش به این گونه بود که سربازان را به صورت تیم‌های سه نفره در یک موقعیت ناشناخته رها می کردند و به آنها یک نقشه می دادند. با آنها می گفتند باید به این نقطه مشخصی که در نقشه علامت گذاری شده است برسند، و بعد از اینکه سربازان به هدف می رسیدند می بایستی مسیری که طی کردند و چیزهایی که در مسیر دیدند و تجربه کردند را به صورت کتبی به مافوق خود گزارش دهند. مایکل کرولی، ری بکر و ویلیام لانگ سه جوانی بودند که در سال 1957 در انگلستان در چند کیلومتری روستای کرزی آزمایش موقعیت شناسی خود را شروع کردند. آنها یک نقشه دریافت کرده بودند که روی آن شهر ایپسویچ به عنوان هدف نهایی مشخص شده بود و میبایستی که بر اساس آموزش‌هایی که دیده بودند موقعیت خود را بتوانند شناسایی کنند و از طریق کوتاه‌ترین راه به این شهر برسند. در ابتدای راه همه چیز عادی بود تا اینکه آنها به روستای کرزی رسیدند. این سه نفر چیزی را در این روستا تجربه کردند که زندگی آنها را برای همیشه تغییر داد و تا به امروز هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد. این سه جوان در گزارش خود به این گونه نوشتند: زمانی که به این روستا نزدیک شدیم، نزدیک به ساعت 10 صبح روز یک شنبه بود. صدای زنگ کلیسای این روستا از دور شنیده می شد و هرچه نزدیکتر می شدیم، این صدا هم به طور معمول بلندتر می شد. تا اینکه از دور خانه های این روستا و ساختمان بزرگ کلیسا را دیدیم، بسیار خوشحال شدیم زیرا متوجه شدیم مسیر را درست آمده ایم. زمانی که وارد این روستا شدیم، یک دفعه به صورت عجیبی هیچ صدای دیگر نیامد. انگار یک دفعه همه چیز تغییر کرد. صدای زنگ کلیسا دیگر به گوش نمی رسید. خیلی تعجب کردیم. نگاه به خانه ها انداختیم. انگار که ساختار خانه ها در یک آن کاملا تغییر کرده بودند و کاملا قدیمی شده بودند. ساختمان کلیسا دیگر وجود نداشت. انگار که ساختمان کلیسا غیب شده بود. هیچ ماشین در خیابان این روستا دیده نمی شد. با وجود اینکه چند دقیقه قبل ما از دور رفت و آمد را در این روستا مشاهده کرده بودیم. عجیبتر از همه این بود که با وجود اینکه فصل زمستان بود ولی انگار یک دفعه بهار شده بود. برگ درختان همگی سبز شده بودند و هوا هم بهاری شده بود. برای چند لحظه هر سه سکوت کردیم. واقعا با دیدن این همه تغییر متعجب شدیم. احساس عجیبی داشتیم. می دانستیم که شرایط غیر عادی است. بعد از چند لحظه به هم دیگر نگاه کردیم و با تعجب از هم پرسیدیم چه اتفاقی افتاده؟ چرا یک دفعه همه چیز تغییر کرد؟ چرا هیچ کس در خیابان ها نیست و آن کلیسایی که از دور دیده بودیم کجاست؟ هیچ کدام از ما جوابی برای این سوالات نداشتیم. انگار وارد یک روستای کاملا قدیمی و متروکه شده بودیم. دم در یکی از این خانه ها رفتیم و در زدیم، ولی هیچ کس در را باز نکرد. از روی کنجکاوی از پنجره داخل خانه را نگاه کردیم. هر سه متوجه شدیم که این یک خانه مسکونی نبود، بلکه داخل آن شبیه به یک قصابی قدیمی بود. همینطور که داشتیم داخل این قصابی رو نگاه می‌کردیم، موضوع عجیبی رو متوجه شدیم. ما گوشت‌هایی را در این قصابی دیدیم که کاملاً خراب شده بودند و مشخص بود که این گوشت‌ها متعلق به چند ماه پیش بودند. به هر حال با تعجب به راه خود ادامه دادیم. انگار که هیچ کس در این روستا زندگی نمی‌کرد. انگار که ساکنین این روستا خانه‌هایشان را ترک کرده بودند. خانه‌ها کاملاً قدیمی بودند. هیچ نشانه از وجود برق در این روستا وجود نداشت. از میان این خانه‌های ترسناک عبور کردیم و بعد از چند دقیقه از روستا خارج شدیم.
چند قدم که از روستا دور شدیم در کمال تعجب مجدداً صدای زنگ کلیسا را شنیدیم. هر سه به سرعت به سمت روستا نگاه کردیم و چیزی که می دیدیم را نمی توانستیم باور کنیم. روستا دوباره به حالت عادی خود برگشته بود. کلیسا سر جای خود بود و رفت و آمد هم به صورت عادی در این روستا دیده می شد. ما می توانستیم حتی دودی که از شومینه خانه ها بیرون می آمد را ببینیم. همه چیز به حالت عادی برگشته بود. ولی چطور ممکن بود؟ تا چند لحظه پیش هیچ کس در این روستا نبود. هیچ صدایی هم از خانه ها نمی آمد. ولی الان همه چیز دوباره عادی شده بود. ما هیچ تعریفی برای این موضوع نداشتیم. نمی دانستیم که چطور ممکن بود این اتفاق افتاده باشد. این سه در ادامه می گویند ما به راه خود ادامه دادیم و به محلی که در نقشه علامت گذاری شده بود رسیدیم. تمام چیزهایی که دیده بودیم را در گزارشمان نوشتیم. موافق ما از گزارش ما تعجب کرد و دو درجه دار را همراه ما فرستاد تا دوباره به این روستا برویم و آنها خود این موضوع را از نزدیک ببینند. زمانی که دوباره به این روستا رسیدیم همه چیز عادی بود و هیچ چیز غیر عادی پیش نیامد. زمانی که ما سه نفر خواستیم آن قصابی را به آن دو درجه دار نشان دهیم هیچ اثری از آن قصابی نبود. انگار که هیچ وقت در آنجا قصابی وجود نداشت. در هر صورت این چیزهایی بود که ما سه نفر دیده بودیم، ولی به دلیل اینکه نتوانستیم گفته‌هایمان را ثابت کنیم، گزارش و گفته‌های ما از طرف دیگران جدی گرفته نشد. سالها گذشت. این سه سرباز به دلیل اینکه این اتفاق بسیار عجیب را رسما گزارش داده بودند، نتوانستند پیشرفت خوبی در نیروی دریایی انگلستان داشته باشند. زیرا گزارش عجیب و غیر قابل باور آنها به دلیل اینکه اثبات نشد تأثیر منفی در پرونده نظامی آنها داشت و باعث شد که آنها گزینه مناسبی برای رسیدن به جایگاه‌های بالای نظامی نباشند. با این وجود آنها از تعریف این تجربه رمزآلود پشیمان نبودند، زیرا به گفتهشان آنها حقیقت را گفته بودند. سالها گذشت. مایکل کرولی و ویلیام لانگ با اختلاف چند سال از ارتش نیروی دریایی انگلستان بیرون آمدند و به استرالیا مهاجرت کردند. در سال 1990 ویلیام لانگ بعد از اینکه با خبر می شود دوستش مایکل هم در استرالیا زندگی می کند شماره تلفن او را پیدا می کند و به او زنگ می زند. ویلیام در گفتگوی تلفنی که با مایکل داشت یاد آن اتفاق مرموز می افتد و آن دو درباره آن تجربه عجیب با هم حرف می زنند. ویلیام بعد از اینکه صحبتش با مایکل تمام می شود تصمیم می گیرد که آن تجربه عجیب را با یک نویسنده مطرح کند. پیش خود فکر می کند شاید این داستان برای نویسنده یا محققان جالب باشد. او به آقای اندرو مکنزی که یک نویسنده و محقق اتفاقات ماوراءطبیعه بود نامه می نویسد و داستان خود را تعریف می کند. آقای مکنزی هم مشتاق می شود تا ویلیام را از نزدیک ملاقات کند. به همین دلیل ویلیام از استرالیا به انگلستان می رود و با آقای مکنزی ملاقات می کند. این نویسنده و محقق تجربه ویلیام را جالب می بیند و شروع به تحقیق بر روی این داستان می کند. آنها به روستای کرزی می روند و بر روی چیزهایی که ویلیام در آن زمان به همراه دو دوست دیگر خود دیده و تجربه کرده بود گفتگو می کنند. آقای مکنزی موضوع قصابی را جالب و مهم می داند و همین دلیل به ادارات مربوط به بایگانی مدارک در این روستا می رود و در مورد آن قصابی تحقیق می کند. ابتدا هیچ کس از آن قصابی اطلاعی نداشت، ولی آقای مکنزی با تحقیقات بیشتر به مدرکی می رسد که باعث تعجبش می شود. این مدرک نقشه قدیمی این روستا مربوط به سال 1760 بود. او در این نقشه قدیمی یک قصابی می‌بیند. این قصابی دقیقاً همون جایی بود که آن سه سرباز در گزارش خود نوشته بودند. ولی چطور ممکن بود که آن سه سرباز از وجود یک قصابی در آن مکان در 200 سال پیش با خبر بوده باشند؟ هیچ کدام از آنها اهل آن روستا نبودند و برای اولین بار وارد آن روستا شده بودند. قابل ذکر است که مسئولین این روستا هم از وجود آن قصابی در 200 سال پیش با خبر نبودند. این موضوع باعث شد تا آقای مکنزی با دقت بیشتری روی این داستان تحقیق کند. اما سوالاتی ذهن او را به خود مشغول کرده بودند. سوالاتی همچون آیا این سه سرباز جهش زمانی به گذشته را تجربه کرده بودند؟ اگر آنها واقعاً به صورت ناخواسته به گذشته سفر کردند؟ پس چرا هیچ کس در آن روستا زندگی نمی کرده؟ آقای مکنزی با تحقیقات بیشتر به اطلاعاتی دست پیدا می کند که موضوع را جالبتر می کند.
او بر اساس اطلاعات جدیدی که پیدا کرده بود متوجه می شود که تقریبا در سال 1450 بر اثر یک بیماری ناشناخته بیشتر اهالی این روستا جان خود را از دست می دهند و افرادی هم که نجات یافته بودند این روستا را برای سالها ترک می کنند، به صورتی که برای چند سال هیچ کس در این روستا زندگی نمی کرد و این روستا در آن زمان به یک روستای متروکه تبدیل شده بود. آقای مکنزی درباره تاریخ ساخت کلیسای این روستا هم تحقیق می کند و متوجه می شود که این کلیسا از سال 1600 به بعد ساخته شده است و این به این معنی است که قبل از سال 1600 کلیسای در این روستا وجود نداشته. به همین دلیل آقای مکنزی بر این باور است این سه سرباز به دلیل نامعلومی یک جهش زمانی از سال 1957 به سال تقریباً 1450 داشتند. با وجود اینکه این داستان منتقدان زیادی داشت، ولی آقای مکنزی در سال 1997 در کتاب خود این داستان را عمومی کرد و کتاب او مورد توجه خیلی ها قرار گرفت. ساختگی یا واقعی بودن داستان این سه سرباز تا به امروز مشخص نشده است، ولی آنها تنها کسانی نیستند که یک همچین ادعایی کرده باشند. افراد زیادی در جهان وجود دارند که مدعی شدند به صورت ناخودآگاه برای مدت کوتاهی به زمانهای دیگر سفر کردند. نظر شما چیست؟ آیا این سه سرباز حقیقت را گفتند؟ آیا واقعا آنها به صورت ناخواسته به گذشته سفر کردند؟ حتما نظرات خود را کامنت کنید و فراموش نکنید که این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. با آرزوی سلامتی برای تک تک شما دوستان عزیز، تا ویدیو بعد، بدرود.